بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم درس متافیزیک عمومی در غرب با موضوع من هگل و مسئله شک و جدل. ما همچنان متمرکز روی بخش اول کتاب پیدایش‌شناسی روح هستیم. بحث یقین حسی رو ازش گذشتیم، بحث ادراک حسی رو هم بیان کردیم و اینکه چه دیالکتیکی در اینها رخ میده که ما رو به مرحله بعد منتقل میکنه سعی کردیم یه توضیحی ازش ارائه بکنیم. چیزی که بعد از این دو مرحله، یعنی اون نوع آگاهی که بعد از این دو مرحله بهش میرسیم، همونطور که عرض کردم جلسه گذشته، هگل فقط دنبال نیرو و فاهمه ازش یاد میکنه. در این نوع آگاهی مسئله ما به تعبیر هگل و متعلق این نوع آگاهی کلی های نامشروط هم گفتیم. فرق این آگاهی با آگاهی مرحله قبلی این استش که آگاهی مرحله قبل ما با کلی های بیواسطه مواجهیم، با کلی هایی که در هم مواجه هستیمون با جهان اونها رو درک میکنیم، ولی در این مرحله با کلی های مواجهیم که از طریق استنتاج برسیمون که حالا در نهایت اینا تبدیل میشن به همین قانونمندی های جهان محسوس. از کردم اون مفهوم اولیهی که در این نوع آگاهی مورد بحث قرار میگیره مفهوم نیروه، یعنی این unconditioned universal، این در واقع کلیه نامشروط، اولین شکل ظهورش مفهوم نیروه. چرا؟ چون این نیرو امریست که ذاتن خودش رو ظاهر میکنه، ذاتن بروز میکنه، ذاتن در جهان حسی دیده میشه و ذاتن نسبت بین اشیاء رو هم بیان میکنه. یعنی نیرو چیزی جز نسبت بین اشیاء نیست. به همین خاطر اولین چیزی که، یعنی اولین مفهومی که هگل در این سطح از آگاهی بهش میپردازه چیه؟ مفهوم نیرو. منتها هدف هگل در نهایت چیه؟ هدف هگل در نهایت در این بحث اینه که نشون بده هر آنچه که اشیاء رو قوام میبخشه واجد ساختار سابجکتیوه. ساختار سابجکتیو چیه؟ ساختار سابجکتیو یعنی همین که یک آگاهی داریم که این آگاهی در خودش دو حیثیت رو از هم متمایز میکنه، حیثیت سوژه و حیثیت ابژه. یعنی این که آگاهی همواره اونطور که حالا بعدا تو تحلیل قبلا تو تحلیل کانت دیدیم ساختار خودآگاهانه داره. ایده هگل در بحث نیرو و فاهمه در نهایت این است که نشون بده چیزی که اشیاء رو قوام می‌بخشه ساختار سابجکتیو داره و از این طریق این دیالکتیک منتهی میشه به بحث در واقع خودآگاهی. منتها یه چیز مهم دیگه‌ای که به لحاظ تاریخی مهمه ما بهش توجه بکنیم اینه که هگل تو این بخش بر یه سری مفاهیمی داره اتکا می‌کنه که اصطلاحات رایج زمانه خودشه، یعنی اصطلاحات رایج علمی زمانه خودشه. بعضن رومانتیکا از این اصطلاحات استفاده میکنن. خود مفهوم این که نیرو خودش رو اکسپرس میکنه، این اصطلاح اکسپریشن باز یه مفهوم رومانتیکیه. و بعد به طور کلی مفهوم نیرو و قانون، تمایز میان جهان پدیدار و قلمرو قانون و یه اصطلاحی که آخر این کار بهش میرسیم جهان وارونه، اینها همه اصطلاحات رایج در واقع علمی و فلسفی زمانه هگل. عرض کردم این نوع آگاهی جهان رو اینطور درک میکنه که جهان انباشتی از اشیاء منفرد نیست، بلکه اشیاء در نسبت با هم متعین میشن و به همین خاطر میگم این نسبت منجر به ظهور مفهوم نیرو میشه. پس مفهوم نیرو برای غلبه بر تناقض ادراک حسیه، اینکه جهان مجموعی از اشیاء اتمی که واجد صفات کلی باشه که با یک عمل آگاهی به چنگ بیان. این در واقع دریافت ادراک حسی از جهان بود. وقت این نگاه اتمیستی وقتی کنار گذاشته میشه جاش مفهوم چی میاد؟ مفهوم نیرو میاد. و به طور خاص شما این نگاه رو تو کانت میبینید. یه رساله داره کانت در دامنه مبانی معابد طبیعی علوم طبیعی، اونجا کانت تلاش میکنه که در واقع کل جهان رو با مفهوم ماده و دو مفهوم نیروی جاذبه و دافعه توضیح بده. وقتی این فصل نیرو و فاهمه در کل به سه بخش تقسیم میشه.
بخش نخستش به تجربه همون مفهوم در واقع نامشروط و واقعیت نیرو تعلق داره. مفهوم نیرو شامل نسبت بین امر درونی و ظهور بیرونی نیرو، یعنی نیرو خودش یه امر در واقع غیر حسی میشه که ظهورات حسی پیدا میکنه. و البته اینو دقت بکنید، این یه لمی توی گل هست که هر امر فی نفسی در واقع همواره یک ظهور حسی و پدیداری داره. اما نکته مهمی که هست اینه که این نیرو به عنوان تک عنصر هیچ وقت در جهان ظهور نمیکنه. یعنی ظهور نیرو تنها زمانی شکل میگیره که تکثری از نیروها کنار هم قرار بگیرن و تأثیر و تأثیر متقابل داشته باشن. وقت این میشه در واقع مفهومی که هگل بهش میگه بازی میان نیروها. و ما بخواییم حقیقت نیرو رو که تحلیل بکنیم که این حقیقت نیرو چیه، به یه دریافت افلاطونی از حقیقت نیرو میرسیم. یعنی نیرو تبدیل به یک امر فراحسی در جهان محسوس میشه. منتها خب تمام مسئله این بود که نباید نیرو که خودشو در جهان محسوس داره ظاهر میکنه به عنوان حقیقت جهان محسوس یه چیزی بیگانه با جهان محسوس باشه. یعنی برای اینکه بشه نیرو رو به عنوان حقیقت ثابت جهان متحرک پدیداری به حساب آورد، باید اون رو به نحوی در دل جهان پدیداری فهم کرد. یعنی ما نباید نیرو رو به عنوان یه چیزی بیرون از جهان پدیداری بفهمیم. این ما رو منتقل میکنه مفهوم قانون. یعنی نیرو چیزی نیست جز همین قانونمندی های جهان پدیداری. منتها تو فهم خود قانون، اینکه قانون چی هستش، آگاهی تلاش میکنه جهان قانون رو به عنوان یه جور شمای بی حرکت جهان حسی درک بکنه. به همین خاطر صدا ضعیفه، میخوای کمی من صدای من مثل همیشه هست، ولی شاید یه خود دست رو بذارم که بهتر بهتر بشه. بهتر شده رایمی؟ باشه. پس ببینید، ما نیرو رو به عنوان یک امر بی حرکت در نظر میگیریم، بعد خود جهان خارج یه جهان متحرکه. از اینجا منتقل میشیم به این که در واقع گویی ما با یک جهان وارونه جهان محسوس مواجهیم. یعنی قلمرو جهان قانون وارونه قلمرو جهان پدیداریه. یعنی جهان پدیداری جهان حرکت، این جهان جهان ثباته. منتها مشکلی که اینجا پیدا میشه اینه که این دوتا نمیتونن با هم از هم جدا باشن و باید به نحوی یک تمایزی در دل خود اینها شکل بگیره. یعنی در این حال که یه چیزی خدمت رو عرض کنم الف هست، به هم باشه، و در این حال این الف و به نحوی از هم متمایز باشن در این حال که این همه. یعنی در این حال که ما در جهان پدیداری هستیم و این جهان پدیداری حقیقتش یه جهان قانونمندیه که وارونه این جهان پدیداریه، باید به نحوی نسبت این دوتا فهم بشه که یک اینهمانی بین این دوتا وجود داشته باشه. این ساختار اینهمان توأم با این نعان جهان پدیداری و جهان قانون ما رو منتقل میکنه به خدمت هست کنم ساختار خودآگاهی. یعنی در ساختار خودآگاهی همواره آگاهی خودش رو در مقام سوژه از خودش به عنوان ابژه جدا میکنه و آگاهی خودش از خودش آگاه میشه. یعنی در واقع تحلیل مفهوم نیرو و نسبت بین و رسیدن به مفهوم قانون و تحلیل نسبت جهان قانونمند با جهان پدیداری و این که این جهان قانونمند حقیقت این جهان پدیداریه منتها سرشتش با جهان پدیداری متفاوته، پس وارونه جهان پدیداریه، ما رو منتقل میکنه به ساختار خودآگاهی. حالا ببینید، برگردیم به خود مفهوم نیرو و در واقع بحث خودمون. اینجا میخواستم یه کلیاتی از سرفصل بحثای هگل بگم. ببینید بند 132 و حالا 133 و 134 که من میخوام به سرعت اینها رو بیان کنم و از روش رفت بشن، به بیان همین امر میفردازه
که متعلق آگاهی، یعنی متعلق فاهمه کلی نامشروطه. کلی نامشروط چیه؟ کلی نامشروط رو توی بند بعدی توضیح میده، تو بند 6 که میگه در واقع این خودش همون چیه؟ نیروه. و بعد توضیح میده که نیرو باید چی باشه؟ نیرو باید به نحو خودش رو بیان بکنه و ظاهر بکنه. بنابراین اگر بند 136 رو نگاه بکنید توضیح میده که چرا در واقع کلی نامشروط تبدیل به مفهوم نیرو میشه. منطقه اون چیزی که حالا من جلسه پیش نگفته بودم و این جلسه میخواستم توضیح بدم، تا بند 147 اومده بودیم برم سمت 147، میگه ما متوجه میشیم که حقیقت جهان محسوس در موقعی امر نامحسوس. منطقه اینجا میخواد نسبت بین این امر نامحسوس و این امر محسوس رو توضیح بده. میگه با وجود این، اون امر درونی یا اون امر ورای فراحسی خدمت مرز کنم دیگر جهانی به این شکل خلاصه شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه. میگه این امر نامحسوس، این جهان نامحسوس از پدیدار پدید میاد و پدیدار واسطه ظهور اونه. پس پدیدار ذات اون در واقع امر نامحسوس و تحقق اونه. یعنی میخواد چی رو بگه؟ میخواد بگه ما نمیتونیم به یه دوگانگی بین پدیدار و اون جهان نامحسوس قائل بشیم. بین یه لمیه تو هگل، بعدن میاد توی بحث در واقع شیفی نفسم تو خود منطق، حالا اگر فرصت بشه و تو بحث قرارش بدن اونجا هم اینو خواهیم گفت. اگر یه چیزی ذات یک پدیدار باشه نمیتونه بیگانه از اون پدیدار باشه. یه جورایی اینجا داره نوعی افلاطون‌گرایی رو نقد میکنه. یعنی ما این بحثمون سر چیه؟ بحثمون سر اینه که یه کلیه نامشروطی داریم که این کلیه نامشروط رو از مشاهده همین اوصاف پدیداری جهان درک میکنه. وقت فکر میکنیم این یه چیزی بیرون از این در واقع جهان. هگل داره میگه نه، این چیزی که در واقع به عنوان حقیقت جهان محسوس دارید درک میکنید نمیتونه چیزی بیرون از این جهان محسوس باشه. پس این امر فراحسی خودش حسیه و به عنوان حقیقت جهان حسی چی میشه؟ ادراک میشه. بنابراین اون امر سوپر سنسیبل، اون امر فراحسی خود همون امر چیه؟ پدیداریه. یعنی اینا دوتا چیز جدا از هم، دوتا موجودیتی نیستن که جدا از هم افتاده باشه. از همینجا ما میتونیم چی بشیم؟ به مفهوم قانون منتقل بشیم. پس اگر ما میگیم که حقیقت جهان پدیداری که جدا از اون جهان پدیداری هم نیست در یه امر کلی نامشروطی ظهور میکنه که بهش میگیم نیرو، بالاخره اینو باید چطور بفهمیم؟ اگر این تو بند 149 توضیح میده، میگه این در واقع امر کلی که حقیقت جهان پدیداری هست به عنوان قانون بیان میشه. اما قانون چیه؟ قانون یک تصویر ایستا از پدیدارهای چیه؟ متغیره. یعنی شما تو این جهان مثلا شما فرض کنید که الکتریسیته رو آثارش رو مشاهده میکنید، یه دویمه رو میزنید فرض کنید از یه شیء نور ساطع میشه، اونو قطع میکنید نور از بین میره. در این جهان مدام شما در این جهان پدیداری دارید تغییر میبینید. قانون چیه؟ قانون بیان ایستای امر غیر ایستاست. پس جهان نامحسوس چیه؟ این جهان نامحسوسی که میگفتیم نباید جدا از پدیدارها باشه، قلمرو بی حرکت قانونه. میگه البته باید بدونیم که این در واقع جهان محسوس ظهور قانون رو از طریق یک تغییر پیوسته نمایش میده.
اما اینکه ظهور قانون از طریق یک تغییر پیوسته است نباید به معنای این باشه که فکر کنیم خود قانون هم امر متغیره. خود قانون تصویر بی حرکت امر چیه؟ متحرکه. یعنی شما در قانون همواره دارید برای این تغییرات و در واقع کثرتی که در جهان مشاهده میکنید نوعی چی پیدا میکنید؟ نوعی ثبات و یک نواختی پیدا میکنید. بنابراین از اینجا ما منتقل میشیم به این که هرچی قانون بتونه کثرت رو بیشتر کنار بذاره و به یه وحدتی برسه قانون ایدئال تره. مثلا عرض میکنم توی در واقع اندیشه کلاسیک، یعنی تو فیزیک در واقع قبل از نیوتن، یه عالم فوق القمر داریم و یه عالم تحت القمر داریم. قوانین عالم فوق القمر با قوانین عالم تحت القمر چیه؟ متفاوته. یعنی توی فیزیک قدیم اینجوریه، نوع جسمی که نوع ماده‌ای که عالم فوق القمر رو داره می‌سازه بر مبنای دریافت ارسطویی با نوع دریافتی که عالم تحت القمر رو داره می‌سازه چیه؟ متفاوته. اما در فیزیک نیوتونی بر مبنای قانون گرانش عام عالم فوق القمر با عالم تحت القمر یک کاسه میشه. میدونی اینا یه مفاهیم مهمی هم از توی در واقع علم سنجی، یعنی در واقع توی به نوعی مبانی فلسفی علم قرن 17 و توابع الهیاتی که داره، که در واقع با ظهور فیزیک جدید این دوگانه عالم فوق القمر و تحت القمر از طریق قانون گرانش عام شکسته میشه. قانون گرانش عام چیه؟ قانون گرانش عام رو بذارید من براتون بنویسم، البته احتمالا یادتون هست ولی بذارید من بنویسم. قانون گرانش عام فکر کنم شما رو الان تخته رو نداری، درسته؟ بذاری من تخته رو بندازم. این بود قانون گرانش عام، این هست. الان تخته رو داری دیگه، درسته؟ این قانون گرانش عام، این قانونه که اگر دو تا جسم در یه فاصله از هم قرار گرفته باشن نیرویی که بین اینها داره تبادل میشه برابر است با یه ضریب گرانش عام در خدمت رو عرض کنم که پست اسکریپت ها کجاست؟ یعنی در واقع میشه یه ضریب گرانش عام جرم اولی در جرم دومی بر روی چی؟ بر روی بازم آر به توان دو. به میگم قانون گرانش عام. پس بر مبنای این قانون گرانش عام ما به هر دو جسمی که در جهان وجود داشته باشن میتونیم نسبت در واقع تقریبا که میدید بچه ها احتمالا ما میتونیم بر مبنای قانون گرانش عام هر دو جسمی که در این عالم هستن رو چیکار بکنیم؟ توصیف بکنیم. خب ببینید توی بند 149 صفحه 90 میگه ما نیروهای متنوعی در این عالم داریم. منتها مسئله اصلی ما چیه؟ مسئله اصلی ما اینه که فاهمه اصلا دنبال این بود که هر چی تغییر و هر چی تنوع تو این جهان میبینه رو یک پارچه بکنه. بنابراین تنوع نیروها در این عالم یک نقصان به حساب میاد. یعنی تنوع نیروها در این عالم با این اصل فاهمه به عنوان آگاهی از
سرشت بسیط امور که در نزد اون حقیقی یک امر واحد کلیه در تناقضه. پس از نظر فاهمه امر حقیقی چیه؟ امر واحد کلی. یعنی هر چی ما بتونیم از این کثرت، از این تغییر فاصله بگیریم و به وحدت برسیم، به ایدئال فاهمه چی میشیم؟ نزدیکتر میشیم. به همین دلیل این قوانین متنوع باید تبدیل به یک قانون واحد بشه. میگه حالا برای مثال قانونی که مطابق اون یک سنگی سقوط میکنه، یعنی قانون اجسام تحت القمر، و قانونی که مطابق اون اجرام آسمانی حرکت میکنند، مفهوماً زیر یک قانون قرار میگیرند. منتها اینجا یه اشکالی به وجود میاد. اون اشکال هم باز اینه که ببینید ما یه جهان متنوعی داریم، یه جهانی داریم سرشار از چی؟ تکثرات و امور متنوع. این جهان سرشار از تکثرات و امور متنوع رو آوردیم به خاطر اون در واقع ایدئالی که فاهمه داشت، ذیل چی؟ ذیل یک قانون. منتها نکته اینه که وقتی این امور متکثر رو ذیل یک قانون میارید، در واقع اون یک قانون به یه قانون نامتعین تبدیل میشه. یعنی این قانون عملا اطلاع خاصی از این جهان متنوع به شما نمیده. یعنی قانون گرانش عام علم چندان زیادی نسبت به تغییرات و تکثرات عالم به شما نمیده. میگه این تجمیع تمام قوانین به یک قانون باعث میشه که این قوانین متنوع متعین بودگی خودشون رو از دست بدن و ما با یه قانون خیلی سطحی و بیمایه روبرو میشیم. میگه این طور نیستش که این امور متنوع در واقع با هم دیگه ترکیب شده باشن، بلکه این امور متنوع اونقدر انتزاع شدن و اونقدر تجرید شدن و اونقدر تفاوت‌های اینها کنار گذاشته شده که ما در واقع با یه قانون نامتعین مواجهیم. ببینید ایدئال هگل اینه که اگر یه وحدتی وجود داره، این وحدت در دل خودش بتونه کثرت رو هم بیان بکنه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی توی بن این استدلال همچنان این دریافت هگل وجود داره. من برای شما مقدمه ببخشید دیباچه پیدارشناسی رو نخوندم، حالا خودتون میتونید برید بخونید. تو دیوارچه پیدارشناسی حرفی میزنه هگل، میگه بعضی ها دریافتشون از مطلق مانند یک شبیست که در آن همه گاوها سیاه هستند. حالا داره کنایه میزنه به شیرینگ. منظورش اینه که در این مطلق ما با یه وحدت فاقد تکثر مواجهیم، یعنی یه وحدتی داریم که از این وحدت نمیتونیم کثرت رو چیکار بکنیم، یعنی نسبت این وحدت رو با این وحدت امر مطلق رو با اون کثرت نمیتونیم نشون بدیم. این لمو اینجا هم داره. ببینید این به طور کلی مسئله هر نظامی هست، هر که بخواد هر کثرتی رو ذیل وحدتی ببره. یعنی شما اگر بخواید ذیل وحدتی کثرت رو بیان بکنید، همواره این مسئله وجود داره که باید به گونه ای این نسبت این دوتا رو تبیین بکنید که این و در واقع امر واحد به عنوان یه امر نامتعین باقی نمونه. ببینید این لم که در اینجا هگل پیش میگیره در انتقاد به، یعنی در انتقاد به دریافت وحدانی از قانونمندی عالم، که میگه اگر همه قانونهای عالم رو یه پارچه کنیم با یه قانون نامتعین مواجهیم، در واقع همه قانونهای عالم رو یه پارچه نکردیم، تفاوت ها و تکثر اینها رو کنار گذاشتیم و یه قانون در آوردیم. این لم بعدن توی بحثای فرتون که انتقاد هگل به الهیات سلبی مطرح میشه، اونجا هم همین رو میگه. میگه شما یه خدای واحدی دارید فاقد تکثر بسیط من که هیچ در واقع وجه کثرتی در این خدا نیست. خب
اگر این خدا بسیط محضه و هیچ وجه کثرتی در این خدا نیست، وقت چطور از این خدا میخواد کثرت صادر بشه؟ این انتقادش به الهیات سلبیه. اینجا هم همینه، میگه آقا یه قانون گذاشتید به عنوان قانون گرانش عام، که در این قانون تمام متعین بودگی قوانین متنوع چی شده؟ حذف شده. به همین خاطر اجرام آسمانی، اجرام زمینی کلان هیچ تفاوتی با همگی نداره. پس میگه وحدت بخشیدن به تمام قوانین ذیل قانون گرانش عام چیزی رو جز این محتوا که خود مفهوم قانون باشه بیان نمی‌کنه. قانون چیه؟ قانون داره میگه آقا در پس این جهان متغیر یه امر ثابت هست. قانون گرانش عام دقیقاً همین رو میگه. میگه تمام این اجرامی که در عالم می‌بینید در این نسبت ثابتی با هم هستند. خب حالا این نسبت ثابت تو اینا چه فرقی با هم دیگه می‌کنه؟ دیگه مهم نیست. اصلا مهم نیست که این قانون نمیتونه بیانش بکنه. پس قانون گرانش عام تنها این رو میگه هر چیز در یک نسبت ثابت با یه چیز دیگه قرار داره. پس در بیان قانون گرانش عام که اونجا براتون نوشتم، فاهمه فرض میکنه که یک قانون عامی رو بیان کرده که البته این قانون عام داره فعلیت عام رو بیان میکنه، فعلیت عام جهان رو بیان میکنه، یعنی وضعیت عام جهان داره از طریق این قانون بیان میشه. منتها قانون گرانش عام بیان وضعیت جهان در کلیتش نیست، بلکه بیان مفهوم خود قانونه. البته ببینید آخر این پاراگراف میاد میگه این قانون گرانش عام با همه این انتقادهایی که بهش وارد کردیم یه مزیتی داره. اون مزیت چیه؟ اون مزیت هم اینه که میگه قانون گرانش عام داره بیان میکنه که هر فعلیتی قانون نده، یعنی هر چیزی که در این جهان هست بالاخره ذیل قانون قرار میگیره. از این جهت بیان قانون گرانش عام یه اهمیت ویژه‌ای داره در برابر اونهایی که معتقدند هر در واقع تمثل نیندیشیدنی در این جهان خودش رو در قالبه. ببینید این اینجا کتاب از اصطلاح کانتینجنسی استفاده کرده. این کانتینجنسی که اینجا داره میگه به نظر من یه مقداری شاید ترجمه نامناسبی باشه برای این اصطلاح. منظور از کانتینجنسی در اینجا تصادفی بودنه، یعنی بیقانون بودن. حالا من البته باید برم اون معنا خودم از ترجمه انگلیسی دارم نگاه میکنم، باید برم از روی خدمت رو بخونم که اون متن آلمانیش یه نگاهی بکنم ببینم این احتمالاً رو فریشکایت باشه آلمانیش. چیز نیست، یعنی خود اصطلاح کانتینجنسی هم اینا دارن ولی اینجا احتمالاً دو فریشکایت باشه. در اصطلاح میخواد بگه این قانون گرانش عام یه ارزشی داره، اونم در برابر کسایی که میگن جهان هیچ قانونمندی نداره، جهان یه امر تصادفی. اما در این حال این یونیورسال اتراکشن، این قانون گرانش عام یا مفهوم خدمتتون عرض کنم مفهوم قانون در برابر قوانین متعین قرار میگیره. میگه و تا اونجایی که این مفهوم قانون گرانش عام به عنوان ذات و سرشت حقیقی اشیاء فهم بشه، اون وقت این متعین بودگی قوانین متعین به چی تعلق داره؟ به جهان محسوس تعلق داره. یعنی گویی جهان نامحسوس با قانون گرانش عام بیان میشه و جهان محسوس با این قوانین، یعنی نگه بیان میشه، بهتر اینجوری بگیم جهان نامحسوس جهان قانون گرانش عامه، جهان محسوس جهان قوانین متعینه.
منتها مشکل اینه که میگه این قانون گرانش عام که مفهوم قانونه نه تنها از قوانین متعین جهان فراتر میره، بلکه از خود مفهوم قانون هم اصلا فراتر میره. یعنی در واقع عملا مفهوم قانون متضاد به خود قانون میشه. چرا؟ چون ما میخواستیم در قانون قانونمندی امور متمایز رو بیان بکنیم و در این قانون گرانش به عنوان چیزی که تبدیل شد به یه امر نامتعینی که صرفاً داره میگه جهان یه امر قانونمنده، عملا اصلا اون تمایزی کنار رفته. پس اصلا این در تضاد با خود اون چیزی که به عنوان قانون میشناسیمش قرار میگیره. حالا هگل تو بند 152 میگه شما فرض کنید ما بیایم یه قانون دیگه پیدا بکنیم که تو این قانون برخلاف قانون‌های مکانیک که داره بر یک نواختی جهان تأکید میکنه، یه قانونی پیدا بکنیم که توی این قانون‌ها چه اتفاقی بیفته، توی این قانون‌ها به نحوی تمایز بیان بشه. یعنی میره شروع میکنه چیکار کردن؟ میگه شروع میکنه میگه از این قانون گرانش عام من بگذاریم، بریم رو چند مورد از آره همون دوست ریشکایی باشه. آره این به نظر میاد که اون وقت کانتینجنسی یه مقداری معادل نامناسبی براش باشه. البته فلیشکایی تو به کانتینجنسی مرسومه که ترجمه کنم، من تا اون وقت این کانتینجنس اینه به اون این مودال کانسپت میاد تو ذهنمون و وقتی میشه مودال کانسپت اون وقت در مقابل ضرورت و امتناع اینها قرار بگیره. یه مقداری میگم باید روی این محتاطانه برخورد کرد. البته میگم این سر ترجمهش به هر حال اختلاف نظر هست. حالا میگه ببینید این قانون گرانش عام که نتونست تمایز رو بیان بکنه، بیاین ببینیم قانونهای دیگه میتونن تمایز رو بیان بکنند. میگه بیان تمایز توی بند 152 بیان این تمایزی که به قانون تعلق داره و این در واقع تمایزی که هست و میتونیم در قالب الکتریسیته مثبت و منفی در نظر بگیریم. اون تو میگه حالا این قانون الکتریسیته مثبت و منفی به کنار که حالا اونو بعدا باز به تحلیلش برمیگرده، یه شما بیایید قانون حرکت رو در نظر بگیرید. یه جسم در حال سقوط که با سرعت ثابت داره سقوط میکنه تحت قانون گرانش، این جسم در حال سقوط چجوری سقوط میکنه؟ x مساوی است با vt، یعنی مسافتی که طی میشه برابر است با سرعت ضرب در زمان. منتها مشکل اصلی در تمام این قوانین چه تو این قانون الکتریسیته که از قطب مثبت و منفی داره صحبت میکنه و چه در این قانون سقوط با سرعت ثابت که دوتا مفهومه. آقای فندم میخوای یه ریز هم دادم اونجا تایپ نکن ببین صدا میاد یا نه. اونجا بدن ریز هم دیگه چون نمیتونم. خب بپرس ببرسن چی میگه. یعنی واقعا کلماتت فوق العاده از سنخ کلمات قانون گرانش عامه نمیتونم رب شد. یعنی این عدم تعیین که میگم یکی هم در واقع سوی آقای خندان هست. آقای خندان از سنخ قانون گرانش عام. خب ببینید اون وقت میاد خدمتتون عرض کنم که سر تمایز تو خود این قانون جزئی شروع میکنه صحبت کردن. میگه تمایزی که
تو خود این قانون‌های جزئی هم داریم، تمایزی که تو قانون الکتریسیته داریم یا تمایزی که در قانون حرکت داریم توی بند 152 و 153 داره اینها رو توضیح میده. میگه این تمایزه یک تمایز بیتفاوته. تمایز بیتفاوت یعنی چی؟ یعنی ما الان میگیم x مساوی است با vt. بذارم اینو بنویسم. این قانون چی داره؟ این قانون سقوط با سرعت ثابته دیگه. میگیم مسافت طی شده برابر است با سرعت ضرب در زمان. خب حرفش اینه که ببینید، نه این مفهوم تی به این مفهوم وی کاری داره، نه این مفهوم وی به این مفهوم تی کاری داره، نه از این مفهوم ایکس مفهوم وی و تی در میاد. یعنی اگه مفهوم ایکس حالا یه جورایی بخواد بنیاد وحدت این دو تا باشه، از تحلیل این مفهوم ایکس وی و تی رو نمیتونیم در بیاریم. این وی و تی هم نسبت به هم لا اختزان، یعنی اینجوری نیستش که این وی و تی یه جوری یه اختزای ذاتی داشته باشن به هم بچسبن که در واقع تبدیل بشن به مسافت طی شده. تو الکتریسیته هم همینجوره. میگه نیرو باید خودش رو دوگانه بکنه، یعنی وقتی الکتریسیته مثبت وضع شد، الکتریسیته منفی هم باید چی باشه؟ وضع بشه. و همواره اون مثبت مثبت از جهت نسبتی که با چی داره؟ با منفی داره. میگه مثبت در اون ذات خودش از خودش متمایز میشه و در واقع چی میشه؟ در نسبت با اون امر منفی قرار میگیره. میگه منتها این که الکتریسیته خودش رو به این شکل به الکتریسیته مثبت و الکتریسیته منفی تقسیم میکنه، خود قانون نسبت به این بیتفاوته. یعنی خود قانون الکتریسیته اقتضای این که بخواد مثبت و منفی باشه رو چیه؟ نداره. بنابراین ما به اون چیزی که قانون الکتریسیته است میگیم مفهوم، به اون چیزی که تو واقعیت تبدیل به امر مثبت و امر منفی میشه میگیم چی؟ میگیم هستی. بعد میگیم مفهوم قانون نسبت به هستی قانون چیه؟ بیتفاوت. پس خود مفهوم قانون ضرورتاً اقتضای این تمایز رو درون خودش نداره. میگه همین چیزی که گفتیم که مفهوم قانون و هستی قانون نسبت به هم بیتفاوتن، همین رو در قانون حرکت هم میبینیم. میگه در قانون حرکت، حرکت باید خدمتتون عرض کنم تقسیم بشه به چی؟ به زمان و مسافت، یا به مسافت و سرعت. بالاخره سه تا عنصر داره دیگه. ببینید x مساوی است با vt. بالاخره حالا هر کدوم براتون یکی بیان بکنیم، یا x مساوی است با v ضرب در t، یا t مساوی است با x تقسیم بر v، یا هر چیز. به هر حال یکی سمت این برای مساوی قرار میگیره، میشه در واقع مفهومی که اون برای مساوی قرار میگیره یکی کنه دو تا، خب اون دو تا میشن اونوری که بهشون تقسیم شده. و میگه حرکت نسبت بین این چیه؟ این دوتاست. منتها این دوتایی که در واقع دارن قانون رو میسازن، یعنی زمان و مکان یا در واقع مسافت و سرعت، اینها در ذات خودشون هیچ اقتضای نسبت به هم ندارن که بگیم از یکی اون یکی چی میشه؟ در میاد. یعنی شما میتونید زمان بدون مکان داشته باشید، میتونید مکان بدون زمان هم داشته باشید. یعنی اینا نسبت به هم بی تفاوتن. اینجوری نیستش که بگی آقا اینا یه جوری با هم دیگه میچسبن، یه وحدتی دارن که این وحدت قانونمند در واقع تبدیل بشه به چی؟ به اون قانون. بنابراین اینها نسبت به هم دیگه چی هم بی تفاوتن، همونطور که اون مثبت و منفی نسبت به هم دیگه چی بودن؟ بی تفاوت بودن. میگه تایم و اسپیس، زمان و مکان. حالا اینجا کتاب تو اینجا ترجمه سلف سافیشنت رو به کار برده، ترجمه پینکار. تو ترجمه های دیگه معمولا میگن ایندیپندنت، میگه امور مستقل میاد، یعنی ذبات فی نفسن.
این حرفت چیه؟ حرفش اینه که ما میخواییم یه وحدتی رو بیاریم به عنوان وحدت قانون که تو اون وحدت بتونیم در واقع این کسرات عالم صورتبندی بکنیم. یه قانون گرانش عام داریم که اون قانون گرانش عام که اصلا یه وحدت نامتعینیه که در تضاد با مفهوم قانون قرار میگیره. تو این قانون‌های متعین اون وحدت قانون با کثرت مفاهیمش یک نسبت متعین و مشخصی نداره. به همین خاطر این تمایزی که در هر دو مورد قانون داریم، هم در قانون حرکت و هم در قانون الکتریسیته، اون قانون عام نسبت به این کثرت و نسبت به این تقسیم و نسبت به این دوگانگی که درش قرار داره چیه؟ بی‌تفاوت. از همینجا حالا این تحلیلاش ادامه داره دیگه، من خیلی نمیخوام حالا همه تحلیلاشو تا آخر بخونم. تو بند 156 یه نکته ای رو میگه. ببینیم ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال این بودیم که در پس این جهان پدیداری، حالا در پس هم که میگیم توضیح دادیم در پسش یعنی چی دیگه، نه که یه چیزی جدا از این، یعنی توی مثلا فلسفه یه در واقع به عنوان مثال افلاطونی در نظر نگیرید، البته بگید مثال افلاطونی هر جوری بخوای توضیح بدی بازم به نوعی همین برمیگرده. این مثال افلاطونی هم مفارقتش رو نمیشه به معنی مفارقت مکانی گرفت، هر جوری بخوای توضیح بدی شاید خیلی شبیه ماده صورت ارسطویی بشه، کار به این ندارم. ولی ما میخوام بگیم که این جهان پدیداری با همه تکثراتی که داره در پسش یه وحدتیه، منتها اون وحدت میخواد تمایز رو بیان بکنه، منتها هر جوری تو خود اون وحدت میریم در خود اون وحدت تمایز رو پیدا نمی کنیم، همواره مفهوم تمایز غیر از مصداق تمایز میشه. این برای ما مفهوم جهان وارونه رو میسازه، یعنی جهان فوق محسوس وارونه جهان محسوسه. اینجا حرفی که میزنه اینه، میگه فاهمه از تجربه این رو میآموزه که آنچه که قانون پدیدار هست، اون چیزی که میخواد تمایزات رو بیان بکنه در خودش هیچ تمایزی نداره، یا اینکه میآموزه که قطب‌های مشابه همدیگر رو دفع میکنن و به طور مشابه تمایزات تنها به گونه‌ای هستند که در حقیقت خودشون هیچ تمایزی ندارند. یعنی ما در این جهان پدیداری داریم تمایز می‌بینیم، اون قانونمندی جهان پدیداری رو وقتی می‌بینیم پیدا می‌کنیم، می‌بینیم هیچ تمایزی توش نیست. پس این جهان فوق محسوس میشه وارونه جهان محسوس. بنابراین چی میشه؟ بنابراین میرسیم به این که بگیم این در واقع جهان محسوس و جهان غیر محسوس شبیه دو تا قطب در واقع چی میشن؟ مختلفی میشن که همدیگر رو جذب میکنن و شبیه دوتا البته قطب متفاوتی هم میشن که همدیگر هم دفع میکنن دیگه. یعنی منطقه چرا دوتا قطب مخالف هم که دمیاد؟ یعنی یکیشون مثبت و یکی منفی اون یکی میشه، یعنی همواره وارونه اون یکی. میگه این میشه یه قانون دومی که در تضاد با اون قانون اولیست که بیان کردیم. میگه این قانون جدید بیان نابرابری آن چیزیست که برابره. یعنی ما میگفتیم این در واقع قوانینی که ما داریم قوانین همین در واقع جهان پدیداری هم. حالا الان داریم میفهمیم قوانین همین جهان پدیداری هر چیزی که در این جهان پدیداری میبینیم خلافش رو تو اون جهان قانون جهان پدیداری داریم مشاهده میکنیم. یعنی تو این جهان پدیداری تغییر می‌بینیم، اونجا ثبات می‌بینیم، اونجا تمایز می‌بینیم، اونجا وحدت می‌بینیم. در این خاطر توی بند 157 یه بار دیگه میاد این رو با یه خدمت رو هستونم که بیان دیگه‌ای توضیح میده. اونجا چی میگه؟ اونجا میگه که
از طریق این اصل، کدوم از همین اصلی که این دوتا وارونه هم دیگه، به این نتیجه میرسیم که اون جهان فراحسی نخستین که تبدیل شده بود به قلمرو بی حرکت قوانین، که البته در دریافت اولیه ما مشابه بیواسطه جهان محسوس بود، به متضاد خودش تبدیل میشه. یعنی چی میشه؟ ببین اول چی بود؟ اولی بود که میگفتیم این جهان محسوس یه مشابهی داره به نام جهان نامحسوس. حالا فهمیدیم که اساسا این مشابهش نیست، بلکه چیه؟ متضادشه. بنابراین هر آنچه که در واقع مساوی چیزی باشه در مقابل خودش رو از خودش چی میکنه؟ دفع میکنه. یعنی این دوتا جهانی که فکر میکردیم مشابه هم دیگه بودن، حالا شدن برعکس هم دیگه. پس ما در واقع چی میشیم؟ ما با یه جهان در واقع وارونهی مواجه میشیم. یعنی اون جهان ثابت قوانین که میگفتیم مشابه جهان محسوسه، تبدیل میشه به یه جهان جدیدی که بهش میگیم جهان نامحسوس دومی، که به این عنوان چیه؟ تحت این عنوان وارونه در واقع اون جهان محسوس اول، و البته وارونه جهان حسی هم هست دیگه، چون جهان اول مشابه جهان حسی بود دیگه. یعنی ببینید، بذارید اینجوری بنویسیم، اینو بنویسیم بعد نیست، میگیم یه جهان متغیر محسوس داریم. معادل این جهان متغیر محسوس یه جهان نامتغیر، جهان مشابه، جهان مشابه نامتغیر قوانین داریم. بعد متوجه میشیم این جهان مشابه نامتغیر قوانین در واقع جهان چیه؟ جهان وارونه است. در واقع یعنی این جهان اساساً شباهتی به این جهان محسوس نداره. هر آنچه که در این جهان محسوس داریم میبینیم، این جهان چیه؟ برعکس. بنابراین تو بند 159 میاد همین رو توضیح میده، میگه این جهان محسوس متضاد اون جهان نخسته و در نتیجه اساساً نسبت به اون جهان خارجیه، و در نتیجه اون جهان رو اصلا از خودش چی میکنه؟ دفع میکنه. ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال این بودیم که به هر حال حقیقت اون جهان محسوس رو پیدا بکنیم. برعکس شده است، حقیقت اون جهان محسوس رو در یه جهان وارونه و متضادی به اون پیدا کردیم. به همین خاطر میگه اینقدر این در واقع آشور میشه که اون چیزی که تو واقعیت شیرین بود در اون جهان فوق حسی وارونه شور میشه. یا اون چیزی که در خدمت رو عرض کنم جهان پدیداری قطب شمال بود، در این جهان در واقع فرامحسوس تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به قطب جنوب میشه. تو بعد سرش از سویش میاد این چیزایی که گفته رو یه بار جنبندی میکنه. یعنی ببینید، ما الان رسیدیم به یه جایی که میخواییم بین دو تا امر همسنخ یه وحدتی پیدا بکنیم، ولی میبینیم که این دو تا مشابه هم دیگه نیستن. یکیشون سوژه است، یکیشون ابژه است. یکیشون قطب شماله، یکیشون قطب جنوبه. روشن دیگه، یعنی تقریبا میشه گفت از اینجا تا حدی معلومه که هگل چطور از توی این به مفهوم خودآگاهی منتقل میشه. یعنی داره میگه این نسبت جهان وارونه و نسبت جهان محسوس ساختاری شبیه ساختار خودآگاهی داره، چون تو خودآگاهی هم یه چیزی شکسته میشه به یه تمایزی، که تو این تمایز یه امر واحد در آن واحد سوژه و ابژه است. یعنی یه چیزی که اون سمت سوژه است، این سمت چی میشه؟ ابژه میشه، ولی در این حال یه چیز هم. چرا؟ چون آگاهی خودش متعلق آگاهی داره قرار میگیره. پس تنها در، یعنی تنها که نه،
در خودآگاهی ما ساختاری شبیه این ساختار چی داریم؟ این جهان وارونه و جهان هستی رو داریم. میگه ببینید توی بند 161 میگه یک امر خدمتتون عرض کنم که این همان باخیش هست که با وجود این در خودش هم متمایز شبیه قطبهای مشابهی که خودشون رو از خودشون چیکار میکنن؟ دفع میکنن. خب این در واقع چیه؟ این در واقع اون مرحله اوله. یه نظرم اینو نگاهی بکنم. منطقه باشید. آره میگه این تو مفهوم قانون ما اولا دریافتمون اینه دیگه، تو خود قانون ما میتونیم چیکار بکنیم؟ خود قانون میتونه یه امر این همانه با هیچی باشه که در خودش چیکار بکنه؟ امور متمایز رو ایجاد بکنه. ولی وقتی میریم این تحلیل رو انجام میدیم میبینیم که تو قانون از وحدت قانون تمایز قانون رو نمیتونیم در بیاریم. به همین خاطرم وقتی که رفتیم قانون الکتریسیته یا قانون در واقع سقوط با سرعت آزاد تحلیل کردیم، دیدیم اجزای قانون نسبت به هم دیگه چی هم؟ بی تفاوت هم. بنابراین ما باید دنبال یه چیز دیگهی بریم که اون چیز دیگه به ما چی بده؟ یه جور این همانی در این تمایزی رو بده. اون چیز دیگه چیزی باشه که در واقع بتونه تمایز رو در خودش بیان بکنه، اینجور نشه که تبدیل بشه به چی؟ به یه جهانی وارونه اون جهانی که میخواد بیانش بکنه. اسم این امر رو هگل میذاره عدم تناهی بسیط. میگه این عدم تناهی بسیط یا مفهوم مطلق رو ما ذات بسیط حیات یا نفس جهان یا در واقع خلاصه جریان خون عام می لقب میدیم که در همه جا حاضره و به واسطه هیچ تمایزی در واقع از بین نمیره و در واقع چیه؟ و در واقع این همواره در نزد خودش حاضره. این امر این همانه، این ذات این همانه با خیش همواره خودش رو در نسبت با خودش قرار میده. پس ما یه چیزی میخواییم که اگر این همانه با خودش بود تمایز نتونه این همانیش رو از بین ببره، یعنی همواره در نسبت با خودش باقی بمونه. بعد میاد توی بند 163 توضیح میده، میگه اون چیزی که این خصلت رو داره، یعنی اون چیزی که میتونه این همانه با خودش باقی بمونه چیه؟ خودآگاهیه. میگه این اینفینیتی، این عدم تناهی که متعلق آگاهی ما واقع میشه و آگاهی از اون آگاهه چیه؟ خودآگاهیه. بعد میاد توی بند 164 اون انتها توضیح میده بیشتر در این مورد. میگه آگاهی که برای خودش هست از خودش چیزی رو متمایز میکنه که از اون متمایز نیست و به این میگیم چی؟ خودآگاهی. میگه من خودم رو از خودم متمایز میکنم و در این متمایز کردن اون چیزی که بیواسطه برای من حاضره اینه. آنچه که متمایز شده متمایز نیست. یعنی من وقتی به خودم علم پیدا میکنم متوجه میشم این ابژه‌ای که داریم بهش علم پیدا میکنیم جدا از اون سوژه‌ای نیستش که داره به این ابژه علم پیدا میکنه. یعنی سوژه داره به خودش علم پیدا میکنه. سوژه در یک امر واحد توامان یه جور رفلکشنی پیدا میکنه و تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به ابژه میشه. میگه آنچه که متمایز شده متمایز نیست. میگه من همانند این قطبهای مثبت و منفی خودم رو شبیه قطبهای مشابه خودم رو از خودم دفع میکنم.
اما اون چیزی که متمایز شده و اون چیزی که وضع شده در این حال چیه؟ در این حال که متمایز شده از من متمایز نیست. و به این امر میگیم چی؟ خودآگاهی. بنابراین پیشرفت ضروری از سفر پیشین آگاهی که داشتیم، یعنی یقین حسی و ادراک حسی و فاهمه، این هست که متوجه میشیم حقیقت اونها در چی بیان میشه؟ در خودآگاهی بیان میشه. بنابراین هگل از تحلیل مفهوم نیرو و فاهمه، تحلیل مفهوم قانون، این که در قانون ما میخوایم تمایزات رو بیان کنیم ولی در قانون هیچ تمایزی بیان نمیشه، پس هر جوری که میخوایم نسبت بین قانون و جهان واقعی رو بیان بکنیم تبدیل میشه به جهانی وارونه اون یکی جهان، منتقل میشه به مفهوم خودآگاهی. در مفهوم خودآگاهی هست که دو امر بدون اینکه دو تا چیز باشن در واقع چی هم؟ دو تا چیز هم. یعنی در این حال که متمایزن متمایز نیستن. همون چیزی که ابژه واقع شده چیه؟ سوژه است. میگه در توی بریم بند 166 اینو بخونیم و این مدار زمانش توضیح بدیم که انشاءالله جلسه بعدی دیگه وارد بحث خاجه و برده بشیم. میگه در اون صبر قبلی یقین حقیقت آگاهی چیزی غیر از خود آگاهی بود، یعنی همواره متعلق آگاهی در صبر قبلی آگاهی چی بود؟ در یه حالت اون شیء متفرد محسوس بود، در یه حالت اون شیء مرکب از در واقع اوصاف کلی بود، و در یک حالت چی بود؟ نیرو بود و قوانین در واقع اون نیرو. منتها مفهوم این حقیقت در تجربه اون کنار گذاشته میشه و ما متوجه میشیم که حقیقت این امور رو نمیتونیم در خودشون جستجو بکنیم. حقیقت این امور در چیزی بیرون از اینها قرار داره تحت عنوان چی؟ تحت عنوان خودآگاهی. پس این امور تنها برای دیگری تحقق دارند. و بنابراین در این صورت جدید از آگاهی ما به چی میرسیم؟ به جایی که حقیقت و یقین دیگه از هم جدا نیستند. در مرتبه قبلی یقین نزد آگاهی بود، حقیقت نزد ابژه بود. در این مرحله حقیقت و یقین چی شدند؟ حقیقت و یقین با هم یکی شدند. خب حالا از اینجا بعد هگل بعد از اینکه توضیح داد که ما رسیدیم به اینکه باید حقیقت رو درون خود آگاهی جستجو بکنیم و نه در بیرون از آگاهی، میرسه به این تحلیل که خب حالا این خودآگاهی چیه. هگل یه مشکلی داره با تحلیل خودآگاهی نزد کانت و تا حدی نزد فیشته. حالا اینکه واقعا فیشته تاریخ اینجوری است یا نه یه مسئله دیگه یه. ولی تصورش اینه که نوع تحلیل این فیلسوفان از آگاهی یک تحلیل انتزاعی محسوب میشه، یعنی معتقده که اینها در تحلیل خودشون از آگاهی در جهان بودگی انسان و اوصاف در واقع زیستی و البته بعداً اجتماعی انسان رو لحاظ نکردند. به همین خاطر وقتی میخواد آگاهی رو تحلیل بکنه اول میاد یه انتقادی میکنه به اون دریافتی که به نظر میرسه دریافت در واقع کانتی باشه، بعد از مفهوم دیزایر از مفهوم میل شروع میکنه. یعنی نشون میده آگاهی اگر بخواد نسبتی با دیگری داشته باشه در مرتبه اول نسبتش با دیگری از طریق میله، از طریق حیاته. یعنی انسان با جهان از طریق حیات نسبت پیدا میکنه. بعد همینجور این صورت آگاهی
پیچیده تر که میشه، تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به این میشه که انسان میبینه اون چیزی که داره نسبت مقدمش با جهان رو میسازه میل نیست. درسته که با میل داره جهان رو به نحوی مصرف میکنه و از آن خودش میکنه، ولی به هر حال با میل انسان در مقام تقویم جهان نیست. چه اتفاقی میفته؟ متوجه میشه انسان که انسانیت انسان نه در مواجهه زیستی فردی خودش با جهانه، بلکه در مواجهه نوعی انسان با جهانه. یعنی انسان در مقام نوع، یعنی به عنوان فردی از یک نوع هست که مواجهه آگاهانه با جهان داره و جهان رو تقویم میکنه. و اینجا انسان پی به اجتماعی بودن آگاهی میداره. یعنی آگاهی که در نزد کانت یک آگاهی انتزاعی و منفرد بود، نزد هگل تبدیل میشه به یک آگاهی اجتماعی. بنابراین تو این مرحله در واقع سلف کانشسنس یک مفهوم محوری مطرح میشه تحت عنوان انرکنونگ، یا حالا معادل انگلیسیش ریکارد میشه. یعنی خودآگاهی از نظر هگل همواره حیثیت اجتماعی داره و تنها از طریق به رسمیت شناخته شدن توسط دیگری هست که این خودآگاهی چی میشه؟ این خودآگاهی قوام پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه. در این خدمتتون عرض کنم نسبت یافتن با دیگری و اجتماعی شدن خودآگاهی، خودآگاهی در نسبت با یک خودآگاهی دیگه در جنگ با اون خودآگاهی قرار میگیره و این تبدیل به دیالکتیک خاجرآورده میشه. یعنی دو تا خودآگاهی در برابر هم قرار میگیرن، برای به رسمیت شناخته شدن با هم میجنگند و یک خودآگاهی بر خودآگاهی دیگه غلبه میکنه. تو این غلبه یک خودآگاهی بر خودآگاهی دیگه، اون خودآگاهی غالب متوجه میشه که اگر بخواد خودآگاهی مغلوب رو از بین ببره، خب هیچ خودآگاهی دیگه باقی نمیمونه تا این رو به عنوان خودآگاهی غالب به رسمیت بشناسه. بنابراین به خودآگاهی مغلوب شانس زنده بودن رو میده به این بها که برده او بشه. بنابراین از طریق یک منازعه و از طریق یک جنگ اجتماعیت خودآگاهی تعین پیدا میکنه و یک خودآگاهی تبدیل به خودآگاهی مغلوب و برای اینکه اون خودآگاهی غالب همچنان به عنوان غالب به رسمیت شناخته بشه تبدیل به برده اون خودآگاهی میشه. خب بنابراین خودآگاهی غالب از طریق برده در جهان تصرف میکنه. منتها برده تو همین سیر متوجه میشه که خودآگاهی در واقع غالب از طریق آگاهی برده هست که در جهان داره تصرف میکنه. بنابراین دیالکتیک وارونه میشه و اینجا تمرکز ما میره رو چی؟ رو خودآگاهی مغلوب که همون خودآگاهی برده باشه. بنابراین اینجا ما از دیالکتیک خواجه و برده منتقل میشیم به چی؟ به اون چیزی که هگل ازش تعبیر میکنه به آگاهی رواقی. تو آگاهی رواقی حرف هگل این هست که انسان اساسا دیگه دنبال این نیستش که جهان رو تغییر بده، بلکه میخواد به یک خدمتتون عرض کنم آرامش عقلانی از جهان برسه. یعنی چه مارکوس اورلیوس و چه اپیکتتوس، چه شاه و چه بنده، هر دو در عالم رواقی احساس آزادی میکنند. منتها این در واقع دیالکتیک خدمتتون، یعنی این صورت از آگاهی که آگاهی حالا رواقی هم باشه در هم میشکنه و ما رو منتقل میکنه به یک مرتبه از آگاهی که هگل میگه بهش آگاهی ناخوشنود، که در واقع به نظر میرسه اینجا داره آگاهی دینی رو نقد میکنه. نکته اصلی که توی این صور مختلف آگاهی وجود داره این استش که اینجا هگل داره صور عملی آگاهی رو مورد نقد قرار میده. روی این خیلی نکته مهمیه. تا اینجا قبل از این هر چی داشتیم یا صور خیلی پیش پا افتاده آگاهی بود، یعنی آگاهی حسی یا مثلا یقین حسی، ادراک حسی یا یقین حسی، یا در واقع اون آگاهی علمی که زیر مفهوم نیرو و قانونمندی و اینها وجود داشت.
از اینجا به بعد یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، هگل داره صور عملی آگاهی رو مورد تأمل قرار میده. اون تا این صور عملی آگاهی هم با یه دیالکتیکی در واقع ربیه سیر دیالکتیکی منجر به ظهور یک صورت دیگه از آگاهی میشن به نام عقل، که دیگه البته اون رو من خیلی وارد بحثش نمیشم، چون بخوام وارد بحثون بشیم دیگه بحثمون میمجوری میره تو پیدارشناسی و تموم هم نمیشه. تو مرتبه عقل باز یه صور دیگه از آگاهی مدرن رو بحث میکنه، بعد مرحله اسپریت میشه دوباره اونجا یه صور عملی از آگاهی رو بحث میکنه، بعد وارد خدمتتون ریلیژن میشه. یه پیچیدگی داره دیگه، اینا رو واقعیت رو بخواد حالا خودتون رو اگه خواستید برید مفسرها رو نگاه بکنید، اینجاها رو دیگه مفسرها معمولا فقره به فقره به اون معنا بحث نمی کنه. البته من مشکل نداشتم فقره به فقره بحث کنیم، ولی خب از اون سری بحث کلیمون دور میمونه. و یه مشکلی که داره اینو با اون صحبت تفسیری تو ذهنتون باشه، بعدا اگه مثلا تو فوق لیسانس دکترا یه جایی خواستید دوباره برگردید به هگل به عنوان یک پروژه پژوهشی رو هگل کار بکنید، صحبت تفسیر اینه که تا اینجا یا حالا میشه گفت تا قبل از حتی مرحله نیرو فهمه، این تو این دو تا مرحله اول مشخصه اون مقدمه‌ای که هگل برای پدیدارشناسی نوشته برای سیر آگاهی دیالکتیکی تو این روند چطور تطبیق پیدا میکنه. یعنی مشخص میشه که چطوری سوژه و ابژه در اون در واقع دریافت اولیه در هم میشکنن و به یه دریافت جدیدی از سوژه و ابژه میرسیم، چطوری از یقین حسی میرسیم به ادراک حسی، چطوری از ادراک حسی میرسیم به خدمتتون عرض کنم نیرو و فاهمه. نیرو و فاهمه رو به هر زحمتی که بود درش آوردیم که چطوری از اون به خودآگاهی میرسیم، ولی از اینجا بعد دیگه این دیالکتیکه همینطور در واقع چی میشه پیچیده‌تر و سخت‌تر هم میشه. خب حالا برگردیم رو متن، ببینید توی متن همون بند 167 بگیم یه حرفی میزنه، بگیم خودآگاهی، بگیم یه چیزی به عنوان خودآگاهی حرکته، اما مادامی که خودآگاهی در خودش فقط خودش رو از خودش متمایز بکنه و در واقع در نسبت با خودش دیگری رو لحاظ نکنه، این تبدیل به یک خودآگاهی میشه که هیچ تمایزی درش نیست، چون خودآگاهی میخواد مقوم علمی به جهان باشه دیگه طبق اون دریافتی که حالا ما تو کانت داریم، ولی این خودآگاهی که تنها یک علم بسیط به من هست و نه چیز دیگری، این به تعبیر هگل تبدیل میشه به یک این همان گویی بی حرکتی که من هستم. یعنی شما میخوای این منو به عنوان بنیاد تمایزات قرار بدید، بعد میگید خود اینم تبدیل شد به امر بسیط، هیچ اینم فایده نداره. بنابراین خودآگاهی به این معنا که بخواد یک خودآگاهی محض کانتی هم باشه به درد ما نمیخوره، چون اینم نمیتونه کثرت رو تبدیل کنه. اینکه خودآگاهی باید بره ذیل مفهوم میل، چون از طریق مفهوم میل ما نخستین مواجهمون رو و در واقع میشه گفتش که پایین ترین سطح مواجهمون رو با جهان بیرون چیه شکل میدیم. میگه به عنوان خودآگاهی، آگاهی همواره یک ابژه دوگانه داره. این ابژه دوگانه چیه؟ نخست یه ابژه بیواسطه، یعنی همون ابژه‌ای که متعلق یقین حسی بود یا متعلق ادراک حسی بود، و ابژه دوم خودشه که در واقع اون حقیقت و ذات خودش هستش که اون رو داره میسازه. منتها خودآگاهی همواره چیکار میکنه؟ این ابژه اول رو نگیت میکنه، سلب میکنه و به خودش برمیگرده. وقت میگه از طریق این بازگشته به خود، تو بند 168 هگل میاد از مفهوم حیات برای توصیف در واقع این فرایند استفاده میکنه.
میگه از طریق این بازگشتی که خودآگاهی به خودش میکنه، یعنی اون ابژه اول رو نفی میکنه و به خودش برمیگرده، خودآگاهی تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به حیات میشه. اون ابژه راشه تبدیل به حیات میشه. یعنی چی؟ میگه اون چیزی که خودآگاهی از خودش به عنوان امر موجود متمایز میکنه، در واقع نیل به حیاته. یعنی چی؟ ببین حرفش سر اینه، میگه خودآگاهی در نسبت با اون دیگری و در اون میلی که به دیگری داره، اون دیگری رو نفی میکنه. برای چی؟ برای این که اونو به عنوان ابزار حیات خودش استفاده بکنه. حرف سر این. منتها این مقوله حیات که خودآگاهی در اون مواجهه با دیگری باهاش آشنا میشه، یه ویژگی خاصی داره. اون ویژگی هم این هستش که فصل مشترک خودآگاهی انسانی با تمام موجودات، یعنی تمام موجودات در این جهان از طریق مصرف دیگری و از طریق سلب دیگری به حیات خودشون ادامه میدن. منتها یه فرقی بین خودآگاهی انسانی با سایر اقسام خودآگاهی وجود داره. اون فرق هم این هست که سایر موجودات در قالب نوع زنده میمونند، یعنی فردشون قابل بقا نیست، ولی خودآگاهی از خودش به عنوان فرد آگاهی داره. ببین اینجاها ما البته هگل اشاره نمی کنه، من واقعا نمیدونم تو اون سنتی که هگل داره درش صحبت میکنه این مفاهیم حالا از کجاها اومده، ولی این رو من میدونم که تو تحلیل مفهوم حیات نزد ارسطو کاملا این مفهوم وجود داره که موجودات دیگه فرقشون با انسان اینه که در اونها غایت حیات در نوع محقق میشه، در حالی که صورت خاص حیات انسانی به گونه‌ایه که غایت حیات در فرد محقق میشه. حالا اینکه اینجا هگل آیا واقعا اون دریافت ارسطویی مد نظرش هست یا نه، این تو اون سنتی که هگل داره حرف میزنه یا حرف ساری و جاریه، من نمیدونم. در صورت ببین تو بند 72 این رو بیان میکنه، میگه در تضاد با اون وحدت بیواسطه، یعنی اون وحدتی که فرد داره که به عنوان هستی یعنی همون امر بیواسطه بیان میشه، این امر دوم که یک وحدت عام هست تمام اون مواقف قبلی رو در خودش داره. یعنی چی؟ یعنی ما یه حیات فردی داریم، مثلا میگیم آقا این گوره خر، این گوره خر، این گوره خر، این گوره خرها چی میشن؟ این گوره خرها همشون از بین میرن، ولی گوره خر در مقام نوع باقی میمونه. پس نکته مهمی که هست چیه؟ اینه که موجودات دیگه در این حال که انسان در این مقوله لایف یعنی سلب دیگری از طریق میل برای حفظ حیات باشون شریکه، ولی یک تفاوتی هم با همه اینها داره. اون تفاوتی هم که با اینها داره چیه؟ اینه که اونها یک وحدت بیواسطه ای دارند که اون وحدت بیواسطه از طریق وحدت کلی داره حفظ میشه. گورخر فردی از بین میره، گورخر نوعی باقی میمونه. بنابراین یک سیمپل جنوسی به تعبیر کتاب، یک جنس بسیطی هست. یعنی چی؟ یعنی همون نوع حیوان، که اون نوع حیوان در واقع در پس این حیات باقی میمونه. بنابراین اون چیزی که اینجا مهم هست اینه که توی در واقع بند 173 این نوع تحلیل منجر به این میشه که انسان از خودش به عنوان موجود زنده آگاهی پیدا بکنه. این تا اینجاست. پس انسان تا اینجا چی شد؟ انسان تا اینجا یه چیزی شد در اداد سایر موجودات زنده دیگه، از طریق چی؟ از طریق دیزایر، از طریق میل و از طریق حیات. منتها از بند 174 175 176 و 177، یعنی توی این خدمت رو عرض کنم که چهار بند میخواد توضیح بده که چطور انسان از سایر موجودات زندگی دیگه
متمایز میشه. و نکته بعدی اینه که در این تمایز پیدا کردن از سایر موجودات دیگه، انسان متوجه میشه که خودآگاهی او دیگه یک میل شخصی نیست، بلکه امر نوعیه. یعنی خودآگاهی همواره خصلت شخصی داره، یا به تعبیر هگل خودآگاهی همواره در خودآگاهی دیگر ارضا میشود. این حرفیه که هگل تو این چهار بند میزنه. انشالله باشه تحلیل دقیق این چهار بند و البته کل دیالکتیک مرحله خودآگاهی، یعنی این سه تا چیزی که براتون خلاصه‌شو گفتم، برای جلسه آینده. اگر سوالی هست بفرمایید، من در خدمتم. سوال نیست، یعنی همه چی الان حله یا خیلی مبهمه؟ خسته؟ زمانی که هست هفته دیگه، زمانی که هست انشاءالله همون ساعت خدمتتون هست که دو خواهد بود، یعنی اگر زمان بخواد ساعت ده خواهد بود، یعنی اگر بخواد زمان تغییری بکنه من اطلاع رسانی خواهم.